با سلام خدمت همه کاربرای عزیز کانال زنگ کلاس، ابراهیم هستم با جلسه 61 آموزش برنامه‌نویسی. خب دوستان، ما به مرحله جذاب کارمون رسیدیم، یعنی دیتابیس ها، زمانی که باید داده هایی که برنامه‌ای که طراحی می‌کنیم بیایم داده‌هاشو توی دیتابیس ذخیره کنیم. حالا دیتابیس چیه، چطور کار میکنه و چطور باید اصلا باش کار کرد، اینا رو توی این جلسه می‌خوایم مورد بررسی قرار بدیم و ایراداتی هم که وجود داره این وسط رفع کنیم. باید شما لطف کنید اون دکمه سابسکرایب تو یوتیوب رو بزنید، زنگوله جلوش هم بزنید که از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید به محض گذاشتن، و لایک کنید، کامنت بزنید، حتما اگه تحت امکان سعی کنید کامنت انگلیسی بزنید که خود یوتیوب شما رو به عنوان ربات شناسایی نکنه، چون هممون داریم با بیشتر ما داریم با فیلتر شکن تو ایران وارد یوتیوب میشیم و آی پی مون یکیه، به خاطر همین به عنوان ربات شناخته میشیم. و این استگراممون هم حتما دنبال کنید، فراموش نکنید. بریم ببینیم چی میخوایم بکنیم. خب دوستان، ما توی برنامه‌نویسی سی شارپ تکنولوژی های مختلفی داریم برای اتصال به دیتابیس. اصلا دیتابیس حالا چیه؟ یعنی ما توی اینترنت کافیه من یه دونه سرچ در مورد دیتابیس بکنم، میگیم دیتابیس پروگرامینگ. اصلا ببینیم دیتابیس چیه. ببخشید، ببینیم چه عکس هایی اصلا رو عکس بخوایم خودمون مانور بدیم، ببینیم عکس درست حسابی میاد یا نه. خب ببینیم پایتون، ببینید ما تا الان داشتیم یه برنامه می نوشتیم. این مثال خیلی خوبیه، باید بزرگ اگه بشه ببینم. فول اسکرین نداری؟ نه، تا حالا نهیده بریم. امیدواریم اینجا عکس درستش باشه. خیلی ریزه. خب ویو ایمیج میکنیم، آمد. ببینید ما الان این به عنوان پایتونه، شما الان میتونید به جای این باشه چی سی شارپ تو این کد میزنین، این سی شارپ. ببینید شما دارین یه برنامه، یه اپلیکیشنی مینویسین، یک داده هایی این سمت ما داریم، مثلا نام، نام خانوادگی، تا تاریخ تولد، کد ملی، تو فرم هایی که داریم داره مینویسیم، این اطلاعات رو از داخل فرم میگیریم به واسطه دکمه، حالا اوکی، ذخیره، هر چیزی، سیف، باید اینو انتقال بدیم به دیتابیس. دیتابیس کارش چیه؟ اگه دیتابیس ها، خود دیتابیس رو باش کار نکردیم، ما تو کانال خودمون ثبت کنیم، تو کانال زنگ کلاس بریم تو بخش پلیلیست، این پلیلیست هامون لطف کن باز شو، فقط منتظر میشه بعد اینترنت اون اگه جواب بده. خلاصه مشکل اینترنت تو ایران زیاده دیگه، به واسه با فیلتر شکن که میای خب اصلا صفحه رو باز نکرده. چرا؟ خب باز شو، من یه رفرش میکنم، اگه باز شد که شد، خب اگه نشد هیچ. ببینید تو قسمت پلیلیست ها که بیاین، یه آموزش SQL SQL Server، آموزش SQL Server مقدماتیه در حال برگزاری، ولی تا اینجایی که من ویدیو گذاشتم برای همین آموزشتون خوبه، چون میتونید هم درج کنید، ویرایش کنید، دلیت کنید و سلکت کنید، گزارش های خودتون رو بگیرید. فعلا در این حد تو همین ویدیو بهتون آموزش دادم چطور دیتابیس بسازید و باهاش بخواید کار کنید. فعلا SQL از اونجا میتونین یاد بگیرین. اینجا دیگه من فرض بر این میگیرم که از این به بعد که میخوام کدایی که بزنم، شما حداقل کدای SQL در اون حد و بلدین. خب دیتابیس اصلا چی کار میکنه؟ ببینید یک سرویس جدا از برنامه که توی بخش SQL میبینید، یک نرم افزار جدا وصل میشه، یک سرویس جدا وصل میشه روی سرورتون. دقت کنید ما توی برنامه نویسی هامون، توی بانک ها، توی فروشگاه ها، توی نمیدونم تمام ادارجات که میریم، میبینید افراد زیادی هن کلاینت،
دارن با نرم افزار کار میکنن. اینا همشون چی هن؟ کلاینت هن. کلاینت هن. یه ای داری؟ خب. کلاینت هن که دارن با این نرم افزار ما کار میکنن. خب. داده ها کجا میره؟ ما یک سرور داریم. این میشه سرور. سرور. و داخل این سرور ما یک دیتابیس داریم که بهش به عنوان دی بی میگن. این دی بی ما. خب دی بی شاید بد نوشتیم خودم. حالا شکل درست بد کشیدیم. میگیم اینجا این یه دی، اینم یه بی. خب دی بی ما. خب سرور یه جا وجود داره، دیتابیس هم یه جا وجود داره، همه داده ها دارن بهش وصل میشن. یعنی چی؟ یعنی من زمانی که این کلاینت ها دارن با نرم افزار کار میکنن، عملیات خودشون حالا میخوان ذخیره، ویرایش، حذف، هر چیزی گزارش ما میگیرن، وصل میشن به همین یه دونه سرور. تا که داخل این سرور ما دیتابیس وجود داره. پس ما داده های ما یه جا، تنها یه جا توی یه سرور، توی یک کامپیوتر نصب اونجا راه اندازی شده، حالا سرویس میده به مشتری های خودش، کلاینت های خودش، میتونه همه کارمندا باشه، هر کسی که این نرم افزاری که ما نوشتیم رو روی کامپیوتر خودش نصب داشته باشه. حالا میتونه کامپیوتر باشه، میتونه موبایل باشه، میتونه وب باشه، هر چیزی، همه اینا به یه سرور وصل میشن و از خدماتی که اون سرور میده میگیرن استفاده میکنن. میخوان لیست مشتریارشون رو ببینن، فاکتور بزنن، یا نمیدونم یه مشتری رو حذف کنن براش، نمیدونم فاکتور جدید بزنن، حواله جدید بزنن، هر کاری که بخواید بکنید روی سرور انجام میشه. که اگه مثلا من اینجا اومدم برای یه مشتری یه حواله زدم، حداقل باید ببخشید اینا رو نبستم، الان زوده، اینا میبندیم. اینم ببندم. خب ببینید پس چی شد؟ زمانی که همه مثلا اینجا من اومدم یه حوالی فاکتوری درج کردم برای مثلا یه مشتریمون، این کاربر یه فاکتور درج میکنه، حالا باید بره مثلا یه حواله، بهتر بگیم حواله، مثلا یه حواله زده شد از امور مالی، انبار باید بار رو تحویل بده. اینجا انباره، اینونتوریمون اینجا. این انبار میاد میونه آقا حواله جدیدی وجود داره، وصل میشه به سرور، میونه یه حواله جدید اومده، حالا میاد بر اساس اون حواله‌ای که زده شده بار رو تحویل مشتری میده. پس نیاز دارن داده هاشون به روز باشه، همشون یه داده رو ببینن و بتونن بهترین عملیات انجام بدن، مثلا به مشتری میخوان سرویس بدن، کار خودشون رو سریعتر انجام میدن و راحتتر. خب اینا رو پاک کنم. پس حالا فهمیدین این یه دیتابیسه، ما باید حالا نرم افزاری که داریم، اپلیکیشنی که داریم، بتونیم وصل بشیم به دیتابیس و عملیات خودمون رو انجام بدیم. حالا میشه عملیات مثلا اگزیکیوت باشه، بخوایم چیزی رو درج ویرایش حذف کنیم، یا بخوایم یک گزار داده ای رو بگیریم. بریم تو برنامه خودمون. حالا قبل اینکه بریم تو برنامه مون، من اینو پاک کنم دیتابیس، میخوایم در مورد ادیو دات نت صحبت کنیم. تکنولوژی های مختلفی وجود داره که میتونیم ما این کار عملیات وصل شدن به دیتابیس انجام بده و بخوایم چیکار کنیم، کارهای خودمون رو انجام بدیم. یکی از بهترینایی که الان وجود داره، حالا میشه گفت خیلی وقت وجود داره، ادیو دات نت. یک چیزی که قدیمیه ولی یه جاهایی باید ازش استفاده کرد. الان تکنولوژی های خوبی هست مثل EF Entity Framework، مثلا CodeFirst و نمیدونم دپر هست، دپر یه میکرو قارمه که میاد این کارها رو انجام میده. ولی خب AD.NET قبل از اینا بود و سرعتش تقریبا میگفت از این EF CodeFirst که خیلی الان رو بورسه بالاتره، بهینه تره. ولی خب مزیت های خاص خودش CodeFirst داره. توی بحث Entity Framework حتما اینو میگیم که احتمال زیاد
توی اصلا یه پکیج جدا خودش میشه. حالا ببینیم ایدیو دات نت کارش چیه. این یه تکنولوژیه که به ما این اجازه رو میده بتونیم به بانک وصل بشیم و عملیات خودمون رو انجام بدیم. خب این تکنولوژی، بیاین پایین تر یک عکس نگاه کنید. این شده چی؟ همون چیزی که گفته بودم، دات نت اپلیکیشن، نرم افزارهایی که ما می نویسیم. میتونه نرم افزارهای ما میتونه وب باشه، ویندوز باشه، کنسول باشه یا هر چیز دیگه مثل موبایل این چیزا. خب اینا همشون نیا کنیم میشه دات نت اپلیکیشن. ما باید وصل بشیم به ایدیو دات نت. خب ایدیو دات نت برای خودش دیتا پرووایدرهای مختلفی داره. منظور از دیتا پرووایدر کلاسایی هستند که به اون کمک میکنن وصل بشیم به بانک های مختلف. مثل چی؟ مثل بانک SQL سرور، اوراکل، مای SQL، نمیدونم DB2، اکسس، هر چیزی، هر بانکی که داشته باشیم باید پرووایدر خود اون بانک رو توی سی شارپ داشته باشیم. حالا هر کدوم از این دیتا پرووایدرها زبونمون دیگه نمیگیره، این دیتا پرووایدرها میتونن مثلا چیکار کنن؟ برای خودشون متدهای خاص، کلاسای خاص دارن که بخوان عملیاتشون رو انجام بدن. الان تو این عکس دقت کنید، یه دات نت اپلیکیشن داریم، این ایدیو دات نت با پرووایدرهای مختلف، و اینم دیتابیس ها، میتونه دیتابیسمون اسکیل سرور باشه، اوراکل باشه، او ال ای دی بی باشه، او دی بی سی باشه و خیلی از دیتابیس های دیگه. این هم که متد هایی که این ادیو دات نت این پرووایدر هاش. اوه چقدر بزرگ شدی دوست عزیز، بیای خوچی دقت کنید، این قسمت بالا پرووایدر هامونه، مثل SQL کلاینت، اوراکل کلاینت، او ال دی بی، او دی بی سی. او دی بی سی کام خیلی قدیمی باشه دیگه، کار نکنه. و اینم پایینم متد هایی که وجود داره، کانکشن، کامند، دیتا ریدر، دیتا ادپتر. اینا متد هایی که میتونیم از این دیتا پرووایدر ها بگیریم و استفاده کنیم. حالا بریم توی برنامه چیزایی که نیاز داریم و کانکشن، کامند، دیتا ریدر، ادپتر، اینا رو بریم توی برنامهمون استفاده کنیم. اولین چیزی که نیاز داریم کانکشن. بیایم اینا رو پیاده کنیم. من توی برنامه ویندوز فرم ایجاد کردم، میخوام یه دونه باتن بذارم. اینو ببندیم توی کامنت، یه باتن میندازم و یه دونه هم تکست باکس که یه نیمیو بگیره و ذخیره کنه. میرم توی اسکیول خودم، توی اسکیول رو باز میکنیم. خب تا باز بشه بیایم کدهای خود را بزنیم. باتن. خب ما اولین چیزی که باید انجام بدیم، باید خودمون وصل بشیم به اون دیتابیسی که داریم. حالا میخوای اوراکل باشه، میایم از دیتا پرووایدر مثلا SQL کار میکنیم، اوراکل باشه اوراکل و به ترتیب تا آخر. حالا ما میخوایم با SQL کار کنیم. برای اینکه با SQL کار کنیم پس نیاز داریم با دیتا پرووایدر SQL کار کنیم. اولین چیزی که نیاز داریم چی بود؟ اینجا گفته بود چی؟ باید کانکت. پس باید اول ما ببینید این دیتابیس منه. شما فرض کنین این دیتابیس من، دی بی، این اپلیکیشن من، درسته؟ الان هیچ رابطه ای نیست. من اپلیکیشن هم اینجا وجود داره، دیتابیس من این قسمت وجود داره. بین اینا هیچ رابطه ای نیست. باید اول کانکشن بینشون برقرار بشه. باید اول کانکشن بینشون رو برقرار کنم، بعدم بیام کامند های خودم رو بزنم دیتا. مثلا بگم آقا این اسم رو ذخیره کن، این اسم رو حذف کن، این اسم رو بهم برام ویرایش کن. این کامند هایی که میخوام انجام بدم و باید اول کانکشنش با هم وصل باشه. خب بیایم کانکشنش رو بزنیم. من قبلش دیتابیس درست کنم.
میام اینجا یه نیو دیتابیس میزنم. البته یه دیتابیس تست دارم، بزنین همینو بریم استفاده کنیم. یه تیبل براش میزنم که فیلد زیاد خاصی نداشته باشه، مثلا میگم اسم تیبل رو میگیم یه آیدی داره از نوع اینت دیگه. اینا رو فکر میکنم اون ویدیو رو دیدین، اون پکیج رو دیدین، میدونین داره چی کار میکنم برای ساخت تیبل. و یه دونه هم مثلا میگیم نیم داره منورچره، مثلا بگیم منورچره چند باشه، 25. این از این دیتا تایپ درست نیست، منورچره مثلا بگیم 25. خب اینو من set primary key آیدنتیش فعال و اسمشو مثلا میزنیم چی؟ میگیم آقا اسم مثلا تیبل رو میزنم علی، هر چیزی میتونه باشه. میتونیم بگیم مثلا پرسن باشه، میتونیم بگیم وندور باشه، میتونیم فاکتور باشه، میتونیم هر بر اساس اون آنالیزی که میکنین از بیزینسی که دارین، میتونین اسم جداولتون، اسم جداول رو در بیارین. حالا من میگم آقا یه اسم جدول علیکی درست کردم به اسم دیبیو علی، این علی مهمه. خب میام اینجا و برنامه شروع میکنم. گفتم آقا اولین چیزی که نیاز دارم چیه؟ گفتم اون کانکشن. پس بیایم من از SQL کانکشن، SQL رو بنویسم، SQL کانکشن. خب SQL کانکشن رو نشناخت، چون ما یه فضای نامی داریم به اسم using system.data.sql client. این فضای نام SQL connection تو این فضای نام وجود داره. دقت کنید الان ثبت شده. من میگم یه دونه متغیر ازش بگیر بساز، یه نمونه میخوام بسازم. زمانی که ببخشید نمونه که میخوایم بسازیم، زمانی که پرانتز باز میکنم، ببینید یه اوورلودی داره که میگه آقا هیچ پارامتر ورودی نداره. یه اوورلود دیگه چی میخواد؟ کانکشن استرینگ رو میخواد. کانکشن استرینگ آدرسیه که به ما میگه آقا برو به این سرور. مثلا ما کلاینت هامون یه آدرس آی پی داریم، مثلا 192.168 مثلا 1.20، این آی پی منه. آی پی این کلاینتمون مثلا همین 192.168 آخرش 1 مثلا 21 یا 31، ولی سرور من 192.168 مثلا 1.4، این سرورمونه. اینا همه باید این آی پی رو ببینن که بتونن بهش وصل بشن. این کانکشن استرینگ کارش همینه، میگه آقا بیا برو تو این سرور. حالا رفتی تو این سرور، امکان داره تو این سرور کلی دیتابیس باشه. خب برو اون دیتابیس مورد نظر من وصل رو به اون دیتابیس. حالا میتونه دیتابیس نمیدونم زن کلاس باشه، دیتابیس نمیدونم علی باشه، دیتابیس نمیدونم حسن باشه. حالا برای ما اینجا دیتابیسمون چیه؟ تستمونه. اینو پاک میکنم. ببینید من میگم برو به این آدرس، به دیتابیس تست نیا کنید. دیتابیس های مختلفی داریم، وصل رو به دیتابیس تست و با تیبل علی کار داریم دیگه. حالا وصل بشیم به دیتابیسمون، میتونیم کارامون رو انجام بدیم. اگه یک کانکشن استرینگ مشکل دارین، کافی مثلا بزنین کانکشن استرینگ SQL سرور. من کار الان دارم با SQL سرور کار میکنم، با کانکشن استرینگ های SQL سرور کار دارم. همون اولین سایت رو نگاه کنین، zconnectionstring.com. حالا SQL سرور بخش SQL سرورش رفته، همینو میریم داخل. این میشه گفت بهترین سایتیه که تا حالا دیدیم. کانکشن استرینگ های خوبی داره. میگه آقا حالت استاندارد سیکیوریتی میخوای بری، اینو برو. میخوای حالت نمیدونم ایمن بری، مثلا اینو برو. حالت نمیدونم حالت های مختلف کانکشن رو داره. حالا ما میخوایم بهترین حالتش، مثلا الان ما میخوایم بریم
برامون خوب باشه، مثلا ببینیم اولی چی میگه، سرور این آدرس باشه، دیتابیسش این باشه، یوزر آی دی، پسورد، همین برای ما فکر کنم کافیه. من این کانکشن استرینگ رو کپی میکنم، میام تو برنامه خودم، میگم آقا یه استرینگ بساز، یه متغیره کانکشن استرینگ بساز و داخلش رشته بده. این رشته مون چیه؟ همون کانکشن استرینگمون. آدرس سرور ما چیه؟ چون ما لوکالی میتونیم، جای دیگه نیست، تو همون سیستمه، میتونیم بنویسیم لوکال پرانتز باز بسته یا بگیم نقطه. نقطه همین حکم داره. ببخشید من اینو روی سایلنت بذارم. زیاد داره صدا میده. بعد خب اسم دیتابیسمون چی بود؟ پس شد آدرس سرورمون. اگه تو همین سیستمی که ما داره کار میکنیم باشه، میگیم نقطه. چون ما اینجا داریم تست میکنیم. اینم یادتون باشه. زمانی که میخواین ریلیز کنین، یه حالتی باید کد بزنین که سرور خود مشتری بیاد ست کنه. یعنی از مشتری سرور رو بگیره. بعد خب پس بخش اول شد سرور، آدرس سرورمون، همون سرور 192.168 مثلا 1.4 گفته بودیم. اون میشه آدرس سرور. برای ما شد اگه چنین چیزیه میگیم آقا آی پیش بشه چی؟ همون 192.168.1.4. حالا با چون به این سرور دسترسی نداریم، چنین چیزی وجود نداره، میگیم آقا تو همون کلاینت خودم نقطه باشه. اسم دیتابیس من چیه؟ تست. خب یه یوزر آی دی داریم. ببینید من توی اسکیل خودم تو بخش سکیوریتی که برم، بخش لاگین، ببینید یوزرهای مختلفی داریم برای وصل شدن به دیتابیس و پرمیشن‌های مختلفی داره. من میگم آقا ادمین دارم، یه برای خودم یه یوزر درست کردم، یوزر نیم ادمین با پسورد ادمین. دقت کنیم برای هر کدوم که میخواد جدا بشه یه سیمیکالون گذاشته. یوزر آیدی هم سیمیکالون، پسورد هم سیمیکالون. ببینید هر کدوم بعد اینکه پسورد مقدارش گرفت یه سیمیکالون، یا یوزر آیدی نامش رو گرفت یه سیمیکالون میذاریم. خب حالا امیدیم اینجا دوباره. خب کانکشن استرینگ من گفتم اوورلود اولش هیچی، اوورلود دوم چی میخواد؟ کانکشن استرینگ. کدوم متغیر میدیم؟ میگیم کانکشن استرینگ، متغیر کانکشن استرینگ رو بهش پاس میدیم. درست دادیم. چی میگه؟ میگه چنین چیزی وجود نداره. چی نوشه؟ از خودش استفاده کرده بودن. اوکی. خب. الان این متغیریه که کانکشن استرینگ. فعلا هنوز رابطه بین اپلیکیشن با دیتابیس ما وجود نداره. تا زمانی که بگیم آقا کان متغیری که ازش استفاده کردیم داد اوپن، کانکشنی که وجود داره رو باز کن. حالا میاد چیکار میکنه؟ این سرور، اینم اپ، این اپ ما، میاد این کانکشنی که باید بینشون باشه رو باز میکنه، اوپن میکنه که بتونی داده بری. اگه کانکشنشون درست باشه این ارتباط درست برقرار میشه و میتونی استفاده کنی ازش. خب حالا ما اومدیم کانکشنمون رو اوپن کردیم، باید چیکار کنیم؟ باید بیایم بگیم آقا من داده های خودم رو، دقت کنید توی این سایت نگاه کنید، اومدم گفتم آقا برای وصل شدن به دیتابیس نیاز داریم به کانکشن، کانکشنمون رو وصل کردیم. الان بعد چیکار کنیم؟ بیایم کامندای خودمون رو اجرا کنیم، اون دستوراتی که داریم رو بیایم اجرا کنیم. برای استفاده از این کامندها بعد از یه دیتا پرووایدر که همون اسکیل کانکشنمون بود، بعد از یک متدی استفاده، یک کلاسی از این اسکیل کانکشن این عجله نکنیم. ببینید اسکیل کانکشن خودش یک کلاس جداییه برای دیتا پرووایدر اسکیل. یه اسکیل کامند داریم، خودش یک کلاس جداییه. من میام یه اسکیل
کامند کام مساوی نیو SQL کامند. پرانتز باز میکنیم. مثل دور قبل SQL کانکشن که هیچ مقال معروف اوورلودی نداشت، یه اوورلود دیگه هم داره. میگه آقا کامند چیه؟ دستور چیه؟ میگه اون دستورت به من بده. من خب همزمان کانکشن استرینگ هم بدم. میگم آقا این کامندم، اینم کانکشن استرینگ من کدوم بود؟ کان متغیر و متغیر از نوع SQL کانکشن بود دیگه. اینو بهش دادم که میخواد زمانی که دستور خودشو اجرا کنه بر اساس این کانکشن بیاد دستور خودشو بفرسته. حالا دستور من میتونه چی باشه؟ میگم آقا من بیام یک کوئری درست کنم ور استرینگ، یا بگیم کوئری مساویه چی؟ میگم آقا insert into، یه insert into رو ببینیم چی جوریه، فراموش کردیم دیگه چی جوری باید کار کنیم. میگم آقا insert into SQL server، insert is into با اون جدولمون کدوم چی ستونها و value پارامترهای مقداری که داریم. حالا من میخوام برای اینکه مشکل پیش نیاد فعلا ببینید، شما مثلا اگه insert into سینتکسش رو فراموش کردین که چطور باید بنویسین، کافی یه جستجو کنیم ببینید من چیز خاصی ننوشتم، نوشتم insert into SQL server. اومدم پایین تر توی سایت های مختلف وجود داره، دبلیوتری اسکول یه چی تعریف های خیلی ساده خوبی داره. ببینید همون اولش که بیایم پایین توی این بخش میگه آقا insert into table name، ستون هایی که باید پارامتر داده بشن یعنی مقدار دهی بشن، اسم ستون ها رو می نویسیم، بعد یک کلمه کلیدی value و مقادیر که نیاز داریم. بیایم همین رو بنویسیم، میگیم آقا insert into table مثلا علی، ستون هایی که باید انجام بشن چی بود؟ یه دونه name بود، ID خودش چون ایدنتیفایرش فعاله خودش میاد چی کار؟ ایدنتیفایر چی بود؟ ایدنتیتیش فعاله خودش میاد مقدار دهی میکنه. آقا اسم ستون نیم رو بهش دادم، الان باید چی رو بدم؟ values مقدارهایی که باید وارد بشه تو پرانتز. میگم آقا اینجا بیا چی کار کن؟ من یه interpolation بذارم اینجا، بیا برای من یک اسم اون ستون رو بهم بگو، کدوم؟ تکست باکس 1.txt. خب یه دونم قبلش یه ان، یه تک کوتیشن بدیم، اینجا هم یه تک کوتیشن بدیم و تموم. اینا رو خب توی SQL بهتون گفتم قطعا میدونین چیه. تک کوتیشن بعدی اینجا ببخش داخل و تموم. ببین مقدارشو دادم اینجا، فقط کافی چی رو بدم؟ اینجا ول نمیکنه. بگم آقا کوئری، یعنی این کوئری که بالا نوشتم وصل بشه به داده ای که میخواد بریزه توی دیتابیس و برامو انجام بده. خب کوئری تموم. حالا باید کامند ما اجرا بشه. ما دو حالت مختلف داریم برای اجرای کامندمون با SQL کامند. ببینید یه دونه execute readerه، یه دونه execute non queryه. این دوتا زیاد کاربرد نداره، خیلی کم پیش میاد، اصلا باش اصلا کار نمی کنیم عموما، برای کارهای خاصه. ولی این execute non query زمانی که شما میخواین یک کامندی رو اجرا کنین روی دیتابیسمون و هیچ داده‌ای بهت برگشت داده نشه از سمت دیتابیس، یعنی من میام آقا اسمم رو ذخیره میکنم، میگم آقا این insert into رو انجام بده، تموم شد کارش، به درستی تموم شد که تمومه، اگه خطا بده که پیغام خطا سمت ما میاد، پس نیاز نیست کار خاصی بکنیم، هیچ خروجی نداره. ولی یه زمانی از یک کامندی رو میفرستیم سمت
بانک میگه آقا مقادیرش رو به هم برگردون، مثلا میگه آقا سلکت کن یک لیست از مشتری ها به هم برگردون، اکزیکیوت ریدر میزنین، کامنت میره اجرا میشه و مقادیر به سمت خودتون دوباره برمیگرده. این شد اکزیکیوت ریدر. من میگم حالا اکزیکیوت نان کوری رو انجام بدم، میگم آقا این کانی که داریم دات اکزیکیوت، درست زدم چی شد؟ اکزیکیوت باشه کامل میگم خدا داد اسمشون یکی شده. خب اکزیکیوت نان کوئری تموم، و بعد از اینکه کارتون تموم شد اون کانی که داشتیم برای کانکشن رو حتما کلوزش کنید. تموم. ببینیم برنامه رو اجرا کنیم مثلا ببینیم درست اجرا میشه. اجرای برنامه من میذارم علی، مثلا میگم چی آقا یوسف، هیچ خطایی به هم نداد، به قول معروف دادم که تغییر نکرد. بریم توی اسکویلمون ببینیم جدول علیمون چه تغییری کرده. یه سلکت تاپ 1000 میگیرم، ببینیم داخل دیتابیسمون چه خبره. ببینیم یوسف داخل ذخیره شد. به همین راحتی الان اومدیم داده خودمون رو توی اسکیول ذخیره کردیم. حالا میتونیم مثلا بگم حسن باشه، میتونم بگم فرید باشه، میتونم بگم زن کلاس باشه، میتونم بگم ابراهیم باشه. اینا رو فقط چند تا خواستم که داده داخلش ذخیره بشه. یه تستی رو میخوام انجام بدم، اکزیکیوت میکنم. ببینید داده ها اومدن داخل ذخیره شدن. حالا شما میتونید مدیریت کنید چطور بعد اینکه ذخیره شد یک پیغامی بهتون بده و صفحه خالی بشه دوباره. این کارا رو توی برنامه که میخوام بنویسیم انجام میدیم. الان فقط با دستورات آشنا بشین. الان من اومدم کوئری خودم رو نوشتم. قبل اینکه برنامه رو بخوام تموم کنم آموزشو، چون بعد ای هم یک چیز کوچولو هم یاد بدم، چه کاریه همین الان یاد بدیم. خب یه در مورد یک کنترلی که اصلا در موردش حرف نزدم بیایم، خودم خیلی وقت باهاش کار نکردم، اینم بگم چون زیاد خوش، البته مثلا کامپوننت های دیمن با کامپوننت کار میکنم، کامپوننت ها خیلی قوی ترن، برای همین میگم زیاد کار نمیکنم. میایم دیتا گرید ویو تو کامپوننت های دیگه خیلی، یک کامپوننت ساده هم بگیرین از این دیتا گیت ویو خود سی شارپ خیلی قوی تره. اینو میارم بالا، کافیه همینقدر کافیه. آقا بعد از اینکه ذخیره کردی من یه ستون برات میسازم، به این اد کلم یک بیاریم. آقا اسم اولی میشه آیدی، دومی میشه نیم به همون اسمی که اونجا وجود داره. این هدرش میتونی فارسی هم بنویسین، نام ببین نام اون نیم اولی خیلی مهمه. ویزیبل هم اگه مثلا تیکش بردارین اینجا نمایش نمیده، مثلا آیدی رو میتونی نمایش ندین، ولی من گفتم فعلا باشه. اد و تمام. ببینید اونجا قشنگ داره نمایش میده. این از این. میخوایم چیکار کنیم زمانی که کارمون تموم شد؟ ببینید اینجا خودش مثال ببینیم داره، دیتا سورس ها رو گفته، اوپن کرده، نه چیز خاصی نگفته. ببینیم چیز خاص نگفته.
ببینیم خودمون یه چیز می‌نویسیم. آقا کارمون اینجا چی شد؟ انجام شد. من خب یه تابه براش بنویسم. میگم آقا، میگیم پریوید یه تابه بنویس، پریوید کن void get all. این تابه میخواد چی کار کنه؟ بعد از اینکه کار اینا تموم شد بیاد این تابه get all برای من فراخونی کن. کارش چیه؟ اون گرید پایین، مثلا من الان اومدم علی رو اضافه کردم تو گرید، باید رفرش بشه و همه رو نشون بده. از اینجا تا اینجا ببینید دقیقا کدا یکیه. این رو کپی میکنم میدونم بالا، میگم به جای این بیا چی کار کن، بزن select star from علی، هر چی توی علی هست رو برمیاد. به جای این که اینجا یه و read مساویه این هم میشه execute reader. ببینید الان اومد داخل رید، ببینید دیگه نانکوری نیست که فقط بره یه عملیاتی انجام بده و تموم. الان میخواد چیکار کنه؟ بره سمت دیتابیس یک سلکت یه داده رو بگیره فراخونی کنه، یعنی بگه آقا تمام لیست جدول علی رو بهم بده، برگردون به برنامه. پس ریدر میکنه برمیگردونه به برنامه. نگاه کنید نوعش از نوع چیه؟ چرا async result شده؟ من میخوام از نوع SQL data reader بشه، میخوام از این نوع بشه. اینم اشتباه نوشتیم، بعد بزنیم execute reader باید بشه، بخاطر همین اشتباه شد. خروجی این SQL data reader. اوکی آقا حالا من باید چیکار کنم؟ باید این داده هایی که برگردوندم سمت خودم بدم به دیتابیس. میگم آقا if اگر رید من اون دیتایی که گرفتم دات هزرو داریم، آره میگم آقا متد هزرو. این متد هزرو یعنی چه؟ یه مقدار خروجی داره به اسم بکنم پرپرتیه، آره یعنی یه پرپرتی که فقط get، یعنی یه داده رو برمیگردون از نوعی بولین. اگه فالس باشه یعنی این متغیر من هیچ داده داخلش نیست، هیچ سطری داخل نیست. زمانی که این داده فکر کنم من یه از جدول میرم میگم آقا مقادیر رو برگردون به، میگه آقا این مقادیرت تو سطرهای مختلف، میاد چیکار میکنه؟ علی، یوسف، نمیدونم حسن، این به ترتیب میاره تا پایین. میگه آقا این رید من، این دیتایی که از بانک خوندی هز اصلا رو داره، این روها رو داره، این اگه نداره یعنی صفره، مقدار فالس میشه که یعنی آقا داده ای نیومده، به خود فشار نیار. پس من میام چیکار میکنم؟ میگه اگه هز رو برابر ترو بود یعنی داده داره. حالا باید چیکارش کنیم؟ میگم آقا چیکار کن؟ میگم یه دیتا تیبل درست کن. دیتا تیبل یه متغیر داریم از نوع دیتا تیبل، زبون دیگه خوش شد آبجوش هم نیوردیم. میگم آقا دیتا تیبل من دقیقا حکم خود همون جدول داره توی دیتا بیس های من، دقیقا همون جدول، هیچ فرقی نداره. بهش میتونیم ستون بدیم، ستون های مختلف بدیم و طراحی کنیم. میگم آقا من یک متغیر دیتا تیبل میخوام dt مساوی نیو دیتا تیبل. حالا آقا این دیتا تیبل من چی کار باید بکنم؟ بگم آقا رید رو از چه متغیری استفاده میکنیم؟ بگیم آقا جان من میخوام بریزم توی اما اولش رید داریم دیگه، ببینم بیا رید دات
این چی کار میکنه؟ یه بولیان؟ نه خود ریل رو ببینم چی هستن. بگیم gt.proclaim. نه خود از رید باید استفاده کنیم. بذاریم ببینم من دیتا ریدر چجوریه. ببینیم SQL Data Reader همجور مستقیم هم میتونیم بدیم، نیاز نیست چیکار کنیم، بدم مستقیم جواب میده اول، اصلا کار خاصی نکنم، بگم گیرید ویو من داد دیتا سورسش مساوی رید بشه، کار خاصی اصلا نکنیم، این کارش تموم، کان کلوز، یعنی هر کاری بکنیم. آقا یه بار این برنامه رو اجرا کنیم، تست کنیم ببینیم جواب میگیریم یا نه. نو کجا ایراد داریم؟ فرم یک برای چه چیزیه؟ فرم یک میگه ایراد گرفت از اسمش. چرا؟ نیمه فرم یک تکراری شده دو بار، یعنی وجود داره، میگه cannot implicitly convert a string to text box column to form یک. کدوم ایدیتو میگه؟ بیایم اینجا ببینیم مشکل از چیه. نیم که از نوع استرینگه، تکس باکس کالوم هیچ ربطی نداره، که این بزرگ شد ایرور رو دوباره میبینیم. یه بار دیگه ایرور رو ببینیم، میگه آقا cannot implicitly convert type، نمیتونه با implicit کنه یک تبدیلی رو به string توی text column. اینا text هم بذاریم ببینیم، id name id، header text هم id، اوکی. نوعش هم text column نه هیچ ربطی نداره، این name header text مشکلی نداره، تکس کالم بذاریم ببینیم. یه بار کلین سلیشن میکنیم، یه بار ریبیلد میکنیم، بازم خطا داره همچنان. بیا آقا ببینم، کنترل اد باتن، کنترل اد تکس با، کنترل اد گیرید ویو، مشکل نداره تا اینجا. فرم این مشکل های یه موقعی پیش میاد، بعد ببینیم داستان از چه قراره، از کجا رو فرممونم گیر داده، از ربطی به فرممون نداره، نیم اینجا داره ایراد میگیره. آها 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 گرفتن. ببینید اصلا ما یک اسمی داریم، یه پروپرتی داریم به اسم نیم، دقت کنید، من برای نام اسمشو گذاشتم چی؟ نیمشو گذاشتم نیم. خب این نیمه خودش یه پروپرتیه، یعنی نیم برای خود این باتن یه نیم داریم، برای این تک پروپرتی نیم. اینو مثلا بکنیم چی؟ مثلا فرست نیم، فرست نیم. اینو من کپی میکنم میبرم سمت دیتابیسمون، دیزاینش رو فقط میارم، اینم میکنم فرست نیم ذخیره، که بدونیم چیه تو هم که از این به بعد به این حالتی، یعنی با ستون فرست نیم در فقط کوئری که داریم اینجا
کوئری که داریم ستاره خواه، هیچ مشکلی نداره. تموم. الان برنامه رو اجرا میکنم، هیچ مشکلی هم نیست. دقت کنید این نیم یک خطایی که شاید خیلی دقت نکنن. برای مثلا میگم آقا مثلا مجتبا رو ذخیره کن، میاد چی میگه؟ execute reader. آها ستون نیم اینجا بعد درست میکردم، از خواهی میکنم اینجا رو گذاشته بودم نیم، این شد first name. دقت کردین خطا داد که چنین ستونی وجود نداره، باید تو کوریامون دقت کنیم. حالا میگم چی؟ مجتبا اجرا و تموم. هیچ فیلدی به ما برگشت داده نشد. ببینیم چرا برگشت داده نشده. این از این، یک بار این زمانی که فرممون فرم لود، دیگه فرم لود میدونین چیه دیگه، اما اولین متدی که میخواد اجرا بشه فرم لودمونه. برنامه رو اجرا کنیم، اما اول بسم الله ببینیم هیچ چیزی داده ای به ما نداد. نیم داریم، فرست نیم داریم، آیدی، همه رو بر میگردونه ولی جوابی نمیده. اینجا ببینیم دیتا گرید ویو دات دیتا بایند، دیتا بایندینگش چی میگیره؟ اینجا یه باید دیتا بایندینگ داشته باشه فکر کنم. آه دیتا باینده، درسته، دیتا بایند. ولی دیتا بایندش برای دیتا سورس زمانی که داریم ربطی نداره. من مشکل از یه چیز دیگه میبینم، همین یه تیکه رو میارم پایین، میگم اول بریزم تو دیتا ریدرم، میگم آقا دیتی من مساویه ریدرم بشه، ریدر دات. خب چی کار باید بکنیم؟ تبدیلش کنیم. یه خورده بگردیم کوچیک میبینیم. get sql get get نمیخوام، reader reader ایسینگ کاری ندارم. البته با این هیچ وقت کار نمیکنه، یک لیکوید ریدر کار نمیکنه، با یک کلاس دیگه کار میکنه، اون خیلی بهتره. فعلا من برای اینکه این مدلم بزنیم میگیم آقا SQL data SQL data reader into data table. امیدوارم که اوکیه. باید اینترنت رو یه خورده لود کنه جواب بده، ممنونش میشیم چون تایم ویدیو داره زیاد میشه. یه ایراد کوچیک میخوام از این برنامه بگیرم و بریم برای قسمت بعدی. خب منتظر میشیم اینترنتمون جواب بده. بذاری من فیلتر شکن رو قطع کنم. دیسکانکت. الان بهتر شد. و دیتا ریدر تو. خب ببینیم چی میگن. ما دیتا تیبل داریم، اینا که نمیخوایم. اگزیکیوت ریدر میشه؟ نه، میگیم اگزیکیوت ریدر تو این دیتا تیبل دار لود. آها خود از دیتی داره استفاده میکنه، دیتی دار لود. حالا چی میگه؟ آها خود دیتا ریدر الان میخواد ریدر. این از این و دیتا گیت ویومون دات دیتا سورس ما
دیتا سورسمون برابر DT ما میشه. الان دیگه باید مشکلی نباشه. برنامه که اجرا میشه اما اول باید تو فرنلودش اجرا بشه. بیا بالا. احسن. به اندازه کافی شناخت ستون ها را بایند نکرد. حالا این کار با گیرید و بعد یه جلسه بزنیم قشنگ یاد بسن بقول من رو بهتون بگیم چی جوریه. من خودم هیچ وقت با دیتا گیرید کار نمی کنم. فقط میخوایم بهتون معرفی کنم ولی تو تو پکیج های بعدی میگم با چی کار کنید، چطور کار کنید که این مشکلات رو نهش بشین. اصلا دیتا گیرید اصلا یه چیزه میشه گفت افتضاحی، زیاد باهاش حال نمی کنم. من این دوتا ستونش بر میدارم، فعلا بایند نمیخواد باشه. باید بایندش کنی که بدونه چی به چیه. حالا برنامه رو اجرا میکنم، منتظرشم اجرا بشه. خب این اومد. الان مثلا میزنم چی؟ مثلا بگیم آقا دیگه چی باشه؟ مثلا بگیم علیرضا. دقت کنید علیرضا این پایین اضافه شد. خب ما میتونیم بخواه آقا چی کار کن، یک دونه رو پیه مثلا چی کار کنه به موقع درج. ما توی SQL میگیم آقا insert into مثلا میگیم علی، تیبل علی پرانتز مثلا first name، ستون first name یا name چرا همچنان هست باید first name باشه، چرا رو تیبل تست دیگه باید first name باشه، name نه first name values و مثلا اون مقداری که مد نظرمونه مثلا میگیم حسن. فکر کنید این الان مقدار میخواد اجرا بشه درسته؟ من میگم آقا بنام تیبلش چرا همچنان کلام میگه first name درسته؟ اگه ما این حسن میخواد اجرا بشه execute، ببینید یه رو اضافه شد به درستی. هر موقع میبینید توی SQL این خطا رو داریم یه دونه بیاین توی ویو اگه اشتباه نکنم ببینیم کجایی میگیم reset، نه توی همینجاها refresh local cache باید درست بشوی، درست شو، درست شو. خب اوکی یه refresh کنین کشو درست میشه، مشکلی نداره چون هم تو کشش هنوز اون نیم قبلی وجود داره این خطا میده، ولی در دیدین که وقتی که select کردم اجرا کردم مشکلی نداشت. خب میگم آقا این کار انجام شد، حالا فکر کنید این query داره کجا اجرا میشه؟ اینجا داره اجرا میشه. ببینید دقیقا همون کوئری رو ما اینجا داریم، insert into Ali first name values. اینجا نگاه کنید، اینجا به بعد میخوام بهتون نشون بدم. ببینید حسنه همون تکست باکسه. فکر کنید من یه چیزی داشتیم به اسم کامنت، یعنی من میخوام بنویسم علی مثلا یه کامنتی بنویسم مثل بالا، اگه دو تا داش بذارم اون کامنته میشه چی؟ اون دستور ما میشه کامند، یک توضیح میشه. حالا فکر کنیم من بیام اینجا جایی که کوری داره اجرا میشه یه تک کوتیشن بزنم، بسته شد برای تک کوتیشن من، بقیه رو بگم چی؟ کامند کنه و قبل این کامند بیام چی کار کنم؟ بگم یک دستوری مثلا insert کن فلان، show کن فلان، select کن این کار، drop کن این کار. من هر کاری میتونم. الان من مثلا میگم چی آقا؟
شما این علی من سلکت تاپ 1000 میگیرم، آیدی 1 یوسفه. من میگم آقا یه دستوری توی این شماره فلان رفتون دبیتری اسکول رفته، خدا واسه یه دستوری رو بهتون نشون بدم. همینجا میگیم آقا برنامه من اجرا بشه. ببینید گفتم چی؟ یه تک کوتیشن، یادتونه گفتم یه تک کوتیشن میزنین دو تا کامن، میگم آقا اینجا میگم بیاین کوری خودم یه خورده تغییر بدم، کوری که برای get all وجود داره رو یه خورده تغییر میدم، میگم where id مثلا بزرگ، مثلا کوچیکتر از یا بزرگتر از، میگیم چی زدیم 17 خورد رو نمیخوام، میگم آیدی کوچیکتر از 5، هر آیدی که کوچیکتر از 5 رو برام نمایش بده. برنامه رو اجرا میکنم، یعنی آیدی کوچیکتر از 5 داره نمایش داده میشه. خب من خب چی کار کنم؟ میخوام بگم آقا یک کاری میخوام بکنم، میگم آقا داش بعد این اینزت یه داش دارم، برنامه شده 1 ساعت، بذار این کار انجام، تا اینجا رو که انجام دادی، میگم اگه یک کوری سری می نویسم، یه فرمم درست میکنم، یه فرم 2، این میخوام این جلسه فقط انجامش بدم، جلسه بعد درستش کنیم. آقا من زمانی که این دکمه رو زدم، یا بهتر یه دکمه جدید بذارم، یه دکمه لاگین میذارم، این مثلا اسمش هست چی؟ لاگین. زمانی که اینجا مقداری وارد شد بیاد چیکار کنه؟ یک تابه می نویسم، این تابه رو کپی میکنم، میذارم اینجا، میگم لاگین، آقا اسم تابه بشه لاگین سلک استا علی فرست نیم، برابر چی باشه؟ تکس باکس 1 دات تکس. خب این اگه حذف رو شد، یعنی یه دونه رو داره دیگه، یعنی چنین چیزی رو پیدا کرد. نیو فرم 2 دات شو دیالوگ. الان من خواهم لاگین کنم به برنامه خودم. یک چیزی که خیلی جاها لاگین ما وجود داره، باید خیلی مواظبش هم باشیم. میگم آقا زمانی که یوسف بود، یعنی یوسف دقیقا اینجا وجود داره، لاگین میزنم، اگزیکیوت ریدر میگه یوسف، اینجا چی نذاشتم؟ ببخشید. یه داش ان تک کوتیشن ها رو نذاشتم. این تک کوتیشن به عنوان متغیر اینو در نظر گرفت و از اشتباه. حالا میام درستش میکنیم. میگیم آقا یوسف لاگین. ببینید لاگین کرد به برنامه خودمون. میگم آقا اگه مثلا احمد بود چنین چیزی وجود نداره، پس لاگین نمی کنم.
آقا اینو من چیکار کنم که دورش بزنیم؟ من اینجا چه توضیحی دادم؟ گفتم اگر تک کوتیشن بذاریم و این ور کامنت بذاریم چی میشه؟ به قول معروف دو تا دش بذاریم کامنت میشه، در صورت بعدی رو نمیبینه. من میخوام این شرطی که اینجا وجود داره رو بگیریم درستش کنیم. میگم آقا چیکار کن؟ میگم یه تک کوتیشن بذار ببندش. تک کوتیشن گذاشتم بستم. اینجا قسمت شرطمون بود دیگه، نگاه کنید توی برنامه‌مون. اینجا قسمت شرطمونه. میگم تک کوتیشن بذارم ببندم. حالا میخوام یه شرط دیگه بذارم، تک کوتیشن یه اور میذارم، با تک کوتیشن بعدی میتونم شرط بعدیمو بذارم. کافیه چیکار کنم؟ بگم چی؟ تک کوتیشن میذاریم میبندیم اولی رو، با اور دستور اور میایم آماده میکنیم برای شرط بعدی. شرط بعدی خیلی راحت، یک مساوی یک. بقیه چیزایی که بعدی، الان این خطا میده، خطا داد، دقت کردین؟ میگه آقا چنین چیزی دیگه نی آن کلوز کوئسشن مارک افتر. چرا؟ میگه آقا بعد این چیزی که بهم گفتی دستور وجود داره، بعد اون یک و یک باید کامندش میکردم دیگه. بودم آقا کامند اور یک مساوی یک، کجا داریم نمیسن؟ دش اور یک مساوی یک. بعد این گفتم دو تا منها کوتیشن بذار، ببخشید دو تا دش بذار، منها بذار. هر دستوری که بعد این یک و یک یعنی اینجا وجود داره همه کامنت میشه. برنامه رو اجرا میکنم، رفت داخل. چنین چیزی تو برنامه وجود نداره ولی انجام شد. حالا این چیه و چی کار میکنه رو تو جلسه بعد با هم دیگه مورد بررسی قرار میدیم، ببینیم چطور این باگ رو برطرف کنیم. امیدوارم این جلسه مورد پسندتون باشه. فقط لایک کامنت فراموش نشه، حتما یک کامنت کوچیکم بذارین اگه تونستین که شما به عنوان ربات شناخته نشید. تو اینستاگرام ما رو فراموش نکنید. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.